به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، کامبیز دیرباز در گفتگو با برنامه استودیو 8 که روی آنتن رادیو نمایش میره از ماجرای قهر خود با سریال آقازاده گفت. این بازیگر در پاسخ به مجری برنامه درباره آقازاده و دلیل نیمه ماندن همکاریش با این سریال گفت: من پیش از این مصاحبه نکردم چون گفتم ممکنه روی پخش سریال تاثیر بذاره. من قوانین حرفه‌ای رو بلدم و قوانین حرفه‌ایم اینه که در زمان پخش یک سریال صحبت نکنم. در ادامه درباره نقش شهنام در سریال آقازاده توضیح داد. نقش شهنام آن چیزی نبود که روز اول مرا مجاب کردند بازی کنم. اتفاقاتی افتاد که پشت دستم را داغ کردم که اگر فیلم نامه به طور فرض 26 قسمت است، باید این 26 قسمت آماده باشد و بخوانم و بعد بازی کنم. دیرباز افزود: ما در آقازاده با 8 قسمت کارو شروع کردیم. من 8 قسمت خواندم و طبیعی بود. گفتم فلان نقش رو دوست دارم و گفتن که آن نقش قرار است سنش پایین باشد. یعنی دو آقازاده مثبت و منفی سریال قرار سنشون پایین باشد و بعد از نقش شهنام گفتند. انتظار داشتم احتمال دو طرفه باشد و درگیر کرونا شدیم. بعدن که قرار شد امیر آقای نقش رو بازی کنه که از من هم بزرگتره، کمی دلخور شدم که اگه تصمیم عوض شده چرا این اتفاق اینگونه رخ داد. او گفت: صادقانه بگویم بعد از 15 سال میخواستم نقش منفی تجربه کنم، ولی بعد از اینکه سریال پخش شد همکارانم فکر کرده بودن که موازم عوض شده و نقش مکمل 3 و 4 هم بازی میکنم، در حالی که اینطور نیست و من 2 ساله که خودم را حبس کردم و اگر نقش اصلی باشد بازی میکنم. دیرباز در واکنش به سوال مجری که چرا نقش کوتاه بازی کرده پاسخ داد: باید به مردم راستش رو گفت. قرار بود گره هایی با آن کاراکتر باز شود. آنچه هم در نسخه پخش شده موجود است همین است و ما آخر داستان میفهمیم شهنام آدم حاج حسن با بازی جمشید هاشمپور است. افتخار هم کردم، حتی برای چند پلان کنار ایشان بودم. صادقانه به خاطر دلخوری هایی که در 2 ماه آخر کار به وجود اومد من کار را رها کردم. من 2 ماه آخر فیلمبرداری نبودم، حضور فیزیکی نداشتم و دودش هم در چشم نقش فرو رفت. نمیخواهم نبش قبر کنم، ولی این دلخوری بود که از روز اول با من جلو آمد و از این پس هم فیلمنامه‌ای که کامل نباشد واردش نمیشوم. او در پاسخ به اینکه اگر فصل دوم آقازاده تولید شود خواهد بود یا نه گفت: یکی از کاراکترهایی که زنده ماند شهنام است و اگر شرایط به گونه‌ای باشد که شهنام قصه را جلو ببرد چرا که نه. کمال افتخار، چون به هر حال من با حامد عنقا و بهرنگ توفیقی دوستم. کدورت ها از بین رفته و متعلق به آن زمان بوده. نظر شما درباره این سریال چیه؟ نظرتون رو برامون بنویسید و لایک و سابسکرایب یادتون نره.